توی این قسمت میخوام در رابطه با رودمپ و در واقع همون مسیر راه برانویسی بکند وب صحبت بکنم سلام من اشکانم و قصد دارم داخل این چنل در رابطه با هواشی ورود به دنیا برانویسی صحبت کنم اگه تا الان علاقتون رو پیدا کردیم و فهمیدیم که میخواین تو حوزه وب فعالیت کنیم و البته بخش بکند اون این ویدیو برای شماست. قرار تو این ویدیو در رابطه با مسیر راه بک دیولپر شدن وب صحبت کنم و اینکه قدم به قدم شما باید چه مسیری رو کنید کنین تا به عنوان یک بک اند دیولپر مشغول به کار بشین. قبل از این ویدیو دو تا ویدیوی دیگه حتما باید ببینید. ویدوی اول در رابطه با اینه که اگر همچنان علاقتون رو پیدا نکردین و مطمئن نیستین که بکند حوزه که شما بهش علاقه دارین و میخواین تو این مسیر بیانی یا نه ویدیوی پیدا کردن علاقتونه که من یه ویدیو مفصل درست کردم لینکش این بالا میذارم اون رو ببینین کاملا متوجه میشین که چجوری میتونین تو این مسیر علاقتون رو پیدا کنید اگر علاقتون رو پیدا کردین و مطمئنین که میخواین تو حوزه بکند کار بکنید ویدیو بعدی رو بعد ببینیم که تو اون در رابطه با این رودمپ ها و این مسیر راه ها توضیح دادم و اینکه چجوری بعد از این رودمپ ها استفاده کنین چه نکاتی رو باید حتما مد نظر قرار بدین وقتی دارین این رودمپ ها رو ازشون استفاده میکنین پس حتما لازمه که قبل از این ویدیو اون ویدیو عمومی که در رابطه با رودمپ ها صحبت کردم و این سری رو اونجا گفتم اون ویدیو رو حتما ببینین اونم رو میذارم اینجا حتما حتما قبل از این ویدیو به اون ویدیو هم یک سر بزنید خب اول راه بریم که ببینیم اصلا کلا بکن چیه بکن در واقع همون سمت سروری هستش که توی معماریهای تیپیکال که کلاین سروری هستش کار با دیتابیس انجام میشه لاژیک سیستم معمولا اون پشت انجام میشه و دیتای کاربر معمولا سمت سرور ذخیره میشه و کار با دیتابیس معمولا از سمت سرور داره انجام میشه و کلاین صرفا دیتا ها رو و اون لاجیک ها رو ریکوست میزنه و سمت سرور دریافت میکنه و لاجیک عمومی اپلیکیشن ها داره سمت سرور اتفاق میفته در واقع بک اند یا اون زیر ساخت یا در واقع پشت صحنه هر اتفاقی داره میفته داره وظیفه یک بک اند که اون چیزها رو حالا بنویسه آپتیمایز کنه بهینه‌شون کنه و توسعه بده توی دنیای برنامه‌نویسی امروز و عموماً برنامه‌نویسی وب امروزه که دارن برنامه‌ها رو می‌نویسن این مدلی که این تقسیم بین فرانت اند و بک اند و همکاری بینشون به این شکل انجام میشه که معمولا سمت بک اند یک سری وب سرویس هایی یا یک سری API های اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس هایی نوشته میشه که در اون API ها فرانت میتونه با بک اند ارتباط برقرار کنه داده بده و بگیره و با هم در تعامل باشن که معمولا این تعامل و این پرسش و پاسخ ها سمت سرور با استفاده از یه پروتکلی تحت HTTP یا پروتکل دیگه استفاده میشه که معمولا اینا تو قالب جیسون هست این جیسون یا همون جاوا اسکریپت آبجکت یه فرمت استانداردی هستش که تو پروتکل های معمولا توی ورودی و خروجی متوتا و وب سرویس ها ازشون استفاده میشه زبون هم دارد رن میاد حالا اینکه جزئیات دقیق در ریسترش چی هستش و خودتون هرچی برین جلوتر کامل متوجه میشین اما مثلا تو کلی فقط خواستم تعریف کلی بتون داده حالا یک برنامه‌نویس بک اند چجوری میتونه استارت بزنه اول از همه توی برنامه‌نویسی بک سمت وب این نکته رو باید همیشه حواستون باشه ببینید درست شما می‌خوای سمت بک کار کنیم. توی زیر ساخت داستان هستیم و کاربر معمولاً ارتباط مستقیم با شما نداره و نمود کارهای اینی شما رو نمی‌بینه اما شما باید یک سری دید کلی به سمت فرانت اند و سازوکاری که داره سمت فرانت انجام میشه داشته باشین پس اگر حتی میخواید تو حوزه بک اند وب هم کار کنین نیازه که یه اطلاعات کلی از سمت فرانت اند وب هم داشته باشین یه ویدیو کلی در رابطه با چجوری و رودمپ شروع برنامه‌نویسی فرانت اند من ضبط کردم که اینجا لینکشو میزنم اونو حتما ببینید شما باید چند قدم ابتدایی فرانت وب رو حداقل یاد بگیریم و حداقل یه آشنایی کلی باش داشته باشیم بدون اینکه سمت فرانت داره چجوری استفاده میشه چه سازوکاری داره چجوری داره با اون دیتا کار میکنه خیلی دید خوبی بهتون میده که وقتی شما میخواین سمت بک اند سمت سرور میخواین API ها آی و وب سرویس هاتون رو توسعه بدین و کلا میخواین رو بنویسین بدون اینکه بعد تو چه قالبی به سمت فرانت بدین و اون فرانت در آینده میخواد چجوری از این API ای ها و وب سرویس های شما استفاده کنه قدم بعدی اینه که معمولا افراد این قدم رو اسکیپ میکنن و بهش توجهی زیاد نمیکنن اما تو آینده و طولانی مدت تاثیر خودشون میذاره و خیلی قدم پایه‌ای و مهمی هستش تو این قدم شما نیازه که ساختارای داده، طراحی الگوریتم، ساختمان داده و مباحث کار و الگوریتما رو دو حد متوسط یاد بگیرین و باشون با آشنا باشین اینجوری بیگانه با الگوریتم اگر شروع کنیم به یادگیری برنامه تو آینده واسهتون خیلی سختتر میشه یادگیری مفاهیم پس همین شروع کار سعی کنید یه مقدار با الگوریتم آشنا بشین با ساختمان داده آشنا باشین تا خیلی راحت تر بتونید تو این حوزه کار کنید همزمان با اینکه شما دارین ساختمان داده و طراحی الگوریتم و کار و الگوریتم رو یاد میگیرین شما نیازمند که این الگوریتم رو که یاد گرفتین رو حالا با یک زبانی اینا رو دنیای زبان های بسیار گسترده و متنوعه این مرحله خیلی مرحله مهمیه برای شما که کدوم زبان رو میخواید انتخاب کنید یه نکته هم که همیشه حواستون باشه اینه که این مرحله با اینکه خیلی اهمیت داره و مهمه که چه زبانی میخواین انتخاب کنید اما زیاد وسواس به خرج ندین و زیاد درگیری نباشین که چه زبانی رو میخوان یاد بگیرین چه زبانی بهتره و معمولا اگه شما تو یوتیوب سرچ کنین معمولا این تایتل رو زیاد ببینیم پنج زبان برتر مثلا سال 2021 یا بهترین زبانهای برنامه اینا تایتل های معمولا زردی هستن و این مدلی نیست که شما بتونین 5 تا زبان بهتر بیان انتخاب کنین یا بگیم یک زبان بهترین زبان برنامه‌نویسی همچین مفاهیمی تو دنیای برنامه‌نویسی وجود نداره ما و بهترین زبان برنامه‌نویسی نداریم پس با این وجود اگر ما بهترین زبان برنامه‌نویسی نداریم پس بعد چه زبانی رو موقع شروع انتخاب کنیم جوابش اینه که شما باید آزمون و خطا کنید اما نه به این معنی که من برم وقت بذارم یک سال یه زبان رو یاد بگیرم و بعد خوشم نمیاد برم یه زبان دیگه تو اون ویدیویی که در رابطه با اینکه چجوری علاقتون رو پیدا کنید من فرایند روی توضیح دادم اما اگه بخوام خیلی خلاصه واسه توضیح بدم ببینید یک سری زبان ها برای یک سری کاربردهای خاص ساخته شدن بازار کار این زبان ها بستگی به موقعیت جغرافیایی که شما دارین و کشوری که توش زندگی میکنین متفاوته و معلومه شما باید متناسب با اون کارایی که میخواین از اون زبان داشته باشین و بازار کاری که اونجا داره یک زبان رو انتخاب کنید اما این زبان برای شما همیشگی نیست و اینو بدونین که مداوه ممکنه که شما نیاز بشه باشین سویش کنین اما این سویش به معنی این نیست که شما بین 10 تا زبان مختلف یاد بگیرین شاید در طول عمر برنامه‌نویسون کلا بین دو تا سه تا زبان در نهایت بخواید سویش کنین توی بدترین حالتش اما هم هست شما از ابتدا تا آخر روی زبان باشین ممکن است مجبور تا 4 5 زبان یاد بگیرین اما اصلا این قضیه استرس زایی نیست، قضیه عجیبی هم نیست و مفاهیم ها بین هفتاد تا هشتاد درصدشون مشترکه و شما بیس داستان رو که یاد بگیرید، سویش بین زبانها واسطتون خیلی راحت هم شده بینده پس اگه یه زبانی رو یاد میگیرین با این وجود یاد بگیرید که بدونین این شما هفتاد تا هشتاد درصد زبانهای دیگه رو هم یاد میگیرین و احساس از دست دادن چیزی رو نداشته باشین و حس نکنین دارین وقتتون هدر میره اگه من وقت میذارم برای این زبان اگر خوشم نیومد یا اون کاربردی که واسه من داشت و نداشت من وقتم رو هدر دادم و عمرم از دست رفته و حالا مجبورم از صفر دوباره برم یه زبان دیگر یاد بگیرم به این شکل اصلا نیستش اگه شما یک زبان خوب و عمیق یاد بگیرین سویچ روی زبان‌های های خیلی هزینهش میاد پایین هرچند که سویچ باید دلیل منطقی داشته باشه چرا من می‌خوام زبانم عوض کنم واقعا باید دلیل منطقی داشته باشه همه زبان‌های های اگر توش متخصص بشین بازار کار عالی دارن و خیلی راحت میتونید ازشون درآمد خیلی خوبی داشته باشین پس اینجوری نیستش که فقط به خاطر بازار کار شما سویچ کنید اگر خبرشین تو اون زبانتون هر زبانی باشه بازار کار برای شما توی اون زبان هستش به طور کلی اگه بخوام چهار تا زبان سمت سرور بهتون بگم که اینا هم برای شروع برای شما راحت تره هم منابع فارسی و انگلیسی زیادی داره و هم بازار و کار به نسبت زیادتری به نسبت بقیه زبان داره این چهار تا زبان هستش PHP، پایتون، جاوا و سی این چهار تا زبان زبانایی هستش که معمولا عمده بازار کار ایران داره حول این چهار تا زبان میچرخه و منابع فارسی انگلیسی فوق و زیادی واسش توی اینترنت هستش و شما برای یادگیری این چهار تا زبان اصلا هزینه عجیب غریبی نمیخواد بکنید و خیلی هم سرچ های خاصی نمیخواد بکنید با هم کلید واجه این کلمات رو سرچ کنید به راحتی گنجینه ای از منابع رو باهاش روبرو میشید در تو با این که حالا شما چجوری منابع خوب پیدا کنید و منابع خوب معمولا کجا هستن یه مفصل درست کردم اونجا یه منابع رو معرف کردم که توش این چهار زبانی که گفتم هستش لینکش این بالا میذارم اون ویدیو رو ببینین منبعای خوبی رو پیدا می‌کنین و ادامه منبع رو تو همون جاها بگردین اون جایی که من دادم استادم رو بگردین خیلی راحت پیدا می‌کنین و اصلا چیز سختی واسه این چهار زبان نیستش این چیزی که من گفتم و این چهار زبانی که من اینجا نام بردم به این معنی نیستش که این چهار تا زبان بهترین زبان هاست و بقیه زبان ها به درد نمیخورن نه اگر شما زبان دیگه‌ای رو از قبل یاد گرفتین و بیستون اون زبان هست زبان دیگه مثل روبی جاوا و زبان دیگه از این دست اینا زبانهایی نیستن که اصلا بگیم از بین رفتن منسوخ شدن یا به درد نمیخورن نه به شدت زبان های قوی هستن و به شدت اینها هم بازار کار خوبی دارن اما خب به نسبت یه مقدار زبانشون ممکنه شروع سختری داشته باشه ولی اگر شما پیش زمینه این زبان ها رو دارین و حس کردین که این رو دوست دارین حتما همون زبان ها رو ادامه بدین و اصلا این قضیه که من گفتم این چهار تا پس این چهار تا رو انتخاب بکنین و رو رو ادامه ندین نیست هر زبانی رو اگر توش متخصص بشین هم بازار کار دارین و هم درآمدی خوبی ازش میتونین کسب کنین. برای اینکه بساتون قضیه ملموس‌تر بشه حتی زبانهایی که چندین سال پیش مثلا مثل پاسکال، فورتران، کوبل یا دلفی اینا زبانهایی هستن یا ویژوال بیسیک اینا زبانهایی هستن که خیلی سال دیگه واقعا کسی اینا رو یاد نمیگیره و بازار کارشون دیگه قطع شده اما همچنان ما میبینیم یه سری پروژه انترپرایز و بزرگی حتی تو سطح کشور همین ایران هستش که با اون زبان ها توسعه داده شده و هزینه عوض کردن زبان براشون خیلی بالایی نمیصرفه و ریسک پذیره و مجبورم برای توسعه دهنده پیدا کنن که با کوبول و فورترن دلفی دارن کد میزنن و همچنان میبینیم کسایی داریم که دلفی دارن کد میزنن و درآمدهای خوبی هم دارن پس ببینید شما حتی با اینکه یک زبانی شاید 20 سال ازش گذشته باشه اما همچنان اگر شما متخصص کوبول فورتران باشین بازار کارشو دارین و درآمدتون دارین پس اصلا از این نترسین که من یه زبانی دارم یاد میگیرم ممکنه 5 سال دیگه بازار کار وجود نداشته باشه چون چیزی که الان هستش مخصا تو شبکه‌های اجتماعی و چیزی که معمولا الان این خیلی سری زبان ها میان ظاهر میشن میرن میان ظاهر میشن میرن و روزانه شما اگه اخبار تک و دنبال کنین میبینین همش داره زبان ها و های جدیدی اضافه میشه و شما ممکن این ترس رو داشته باشین ممکن این زبان ها و ها بیان و جای زبانی که شما یاد گرفتین رو بگیرن و دیگه بازار برای شما نباشه به هیچ عنوان این قضیه اینطور نیست اگر شما یک زبانی رو شروع میکنین توش عمیق شین متخصص شین زیرو بالاش رو یاد بگیرین و مطمئن باشین که بازار کارتون زمانی که شما میخواین توی بازار کار باشین هست و در مدار خیلی خوبی میتونین توش کسب پس اصل اینه که تمرکز روی همون شاخه داشته باشیم و متخصص اون زبان بشیم مرحله بعد از اینکه شما زبان برنامه‌نویسی رو یاد گرفتین و چما خمش شده از آمد و یک اطلاعات نسبی تا متوسطی ازش یاد گرفتین الان وقتش که برید سراغ فریمورک های تحت وب اون زبان اگر سی شارپ یاد گرفتین الان وقتش برید سراغ ASP.NET اگر پایتون رو شروع کردین نیازمند اینه که برید سراغ جنگو یا فلاسک اگر جاوا بعد سراغ اسپرینگ یا PHP برین سراغ فریمورک مرتبط با PHP هر زبانی رو که شما شروع می‌کنید و یه حد متوسطی یاد می‌گیرین کلی های مختلف داره تحت وب که حالا شما وقتش که برید سراغ اون فریمورک و اون فریمورک هاست که شما رو وارد بازار کار می‌کنه معمولاً سختی ماجرا تو یادگیری زبانشه فریمورک ها معمولا یادگیریش آنچنان سخت نیست و شما مثلا به محض اینکه سی شارپ و یک اطلاعات کافی ازش یاد بگیریم و خوب مسلط بشین یادگیری اسپی دات نت واقعا از تو زمانی نمیبره اما اگر روی پایه داستان یعنی مثلا پایتون پی پی یا سی شارپ وقت کافی رو نذارین و خیلی عجله کنیم به یادگیری اون ورکش، مثلا اگه داریم پی اچ پی یاد میگیریم خیلی سریع برید سراغ لاراول لاراول رو زیاد وقت بذاره اینجا باعث میشه که یه فرق برانویس خوب با بد اونجاست که یه برانویس بد فقط فریمورک رو یاد گرفته و تسلط روی زبان نداره و فقط کار با اون کتاب یا با اون فریمورک رو یاد گرفته اینجا تفاوت بین برنامه‌نویسا مشخص میشه پس حتما حتما وقت بذاریم برای زبان و اون زبانتون رو قوی کنید و با دانش خوب برین سراغ فریمورک خب شما به محله فریمورک میرسید اگر یه فریمورک تحت وبی رو تا یه حد متوسط یاد بگیرید یه وقتشه که وارد فاز کارآموزی بشین و بازار کار رو از نزدیک ببینین و از به بعد بفهمید که واقعا تو بازار کار چه چیزایی نیاز دارین در رابطه که اینکه چجوری وارد بازار کارش بشین و اون رزومه اولیه‌تون هم چجوری بنویسین من یه ویدیو کامل نذاب کردم لینکش میذارم اونجا توضیح دادم که شما حتی اگه به عنوان تازه کار هستین و می‌خواید برین کارآموزی چجوری رزومه‌تون رو بنویسین با اون رزومه میتونیم وارد کارآموزی و فاز یادگیری کار واقعی بشیم مرحله مهم مهم بعدی که واقعا یکی از نیازمندی های تمام آگهی های استخدامه که شما هر شرکتی که بخواین کار کنید یا بخواین فریلنس خودتون کار کنید بخواین پروژه بزنید باید یاد داشته باشین اون هم گیت هست گیت شما باید مهارت کار با گیت و مفاهیمش رو یاد بگیرین کار به نرم افزاره مدیریت گیتی مثل گیت هاب یا گیت رو هم باید کار کنید باش اکان داشته باشین و حتما بلد باشین که از گیت توی مثلا تیم چجوری استفاده کنین گیت فلو چیه پوش چیه پول چیه کامیت چیه مفاهیم ابتدایی گیت رو حتما یاد بگیرید و پروژهاتون تحت گیت داخل گیت هاب بذاریم پروژه رو و اون لینک های گیت داخل رزومتون پس گیت هم مهارت بسیار مهمیه که حتما حتماً باید بهش اهمیت بدین و این مثل یک زبان واقعی اون رو هم یاد بگیرین چون یه تولز کاربردیه که موقع که کار تیمی میکنین ارزشش اونجا واقعاً مشخص میشه مرحله بعد از گیت ما وارد فاز دیتابیس میشیم حالا این دیتابیس و فریمورک با هم ارتباط تنگاتنگی دارن شما که یاد قطعا گذرتون به دیتابیس میخوره اما حالا من مرحله جدا میگم و اینو کاملا موازی با هم جلو میره دیتابیس هست دیتابیس ها انواعشون ریلیشنال ها نان ریلیشنال ها یا همون نو اسکیول ها انواعشون چیه پوستگری چیه مای اسکیول چیه اسکیول سرور چیه تو این نو اسکیول ها مثل مونگو دی وی کاساندرا اینا ولی توضیح یک دید کلی روشون داشته باشین یک چند تا پروژه روشون بزنین حتما نیازی شما هم نو اسکیول کار کرده باشین هم اسکیول کار کرده باشین یکیشو برای شروع کار کرده باشین کافیه تا وارد بازار کارش بشین کارآموزیش بشین متناسب با شرایط پروژه اون شرکت شما نیاز دارین که یکی از این انواع دیتابیس ها رو انتخاب کنیم اما مهارت کار با SQL زبان SQL یکی از چیزهایی که واقعا شما عنوان بکن دیولپر نیاز دارین که بدونین هرچند توی فرمورک های امروزی ما یه مفهومی رو داریم به اسم ORM ها Object Relational Mapper ها که رابط کار بین شما و دیتابیس هستش و اون کار شما رو خیلی راحت میکنه وقتی میکنیم با دیتابیس کار کنیم و اکثر دیولپرها و ها با وجود ORM ها دیگه نمیرن SQL رو یاد بگیرن هم ما داریم با ORM با دیتابیس ارتباط برقرار کنیم اما اینکه شما بدونین اون داره پشت زمینه چه کار انجام میشه باعث میشه که درک شما از اون برنامه که نوشتین بره بالاتر و حتی بتونین کد و باگای بهتری در بیارین و بتونین برنامه‌تون رو به شدت بهینه‌تر کنین پس یادگیری اسکیل واقعا یکی از مهارتایی که از یه حد متوسط به بعدی نه برای شروع اما متوسط به بعد شما نیازمند که حتما حتما اسکیل رو یاد بگیرید تا اینجای ای کار این که گفتم شما رو تبدیل می‌کنه به دیولوپر وب جونیور و کلیات چیزایی که شما لازم دارین که وارد بازار کار بشین و واسهتون فراهم میکنه از اینجا به بعد مثل تمام حوزه‌های تخصصی دیگه رودمپ شما به هیچ عنوان تمام نمیشه به شدت رودمپ بک اند پیچیده تر از این حرف هاست و بعد تازه کار شما شروع میشه یعنی شما تازه قدم اول رو و تازه وارد دنیای بک شدین و دنیایی از مفاهیم رو بعد یاد بگیرین و دنیایی از بخش مختلفی هستش که تازه بعد ورود کنید بهش تا شما بتونید به برنامه‌نویسی میز لول و سینیور تبدیل بشین در با ادامه مسیر اگه دوست داشتین ببینین که خب در ادامه چه اتفاقایی میفته لینک رودمپ بک اند دیولپر رو حتما تو دیسکریپشن میذارم اونجا سر بزنید اونجا تا حد خوبی بخشای زیادی رو واسه آورده تو حالت نمودار اون لینک رو اگه حتما ببینید دید کلی بهتون میده واسه ادامه مسیرتون نکته خیلی خیلی مهم بعدی اینه که تو هر مرحله که میرسین هر کورس ویدیویی یا کتابی که دارین میخونین رو حتما حتما پروژه‌شو رو به صورت سمپل خودتون واسه خودتون بزنید و فقط از رو مطالعه نکنید با خوندن خالی چه اتفاقی نمیفته شما حتما حتما بعد پروژه سمپل برای خودتون بزنید پروژه های نمونه بزنید هر چیزی که تو اون کورس یاد میده رو دوباره خودتون واسه خودتون پیاده سازی کنید و کد رو حتما یه بار دیگه خودتون بزنید پس پروژه زدن اصل اینه که شما این رودمپتون رو میبره جلو خب اگر از این تیپ ویدیو خوشتون اومده حتما حتما کانال رو سابسکرایب کن زنگوله بغلش هم بزنین که ویدیو جدیدی که میذارم واسه نوتیفیکیشنش بیاد و به دوستاتون که به این حوزه علاقه دارن حتما این کانال رو معرفی کنین اگر موضوع خاصی مد نظرتون هستش که دوست دارین زودتر در تو اون ویدیو درست کنم حتما این زیر بسم کامنت کنین اگر نکته خاصی به نظرتون تو رودمپ بک اند هستش که جا و تو این ویدیو نگفتم برام کامنت کنین نظرتون به شدت واسم مهمه پیج اینستاگرام منم که مطالب مکمل این کانال رو اونجا قرار میدم رو هم فالوش کنید و تا ویدیو بعدی